اگر دوست دارین در خانه یا در محیط زمین خود فلفل دلمه یا مرج سبز را پرورش بتین و میخواین شیرین ترین و بزرگترین فلفل دلمه تربیه و پرورش کنین، این ویدیو را دقیق ببینین. چند تکنیک بسیار ساده و اساسی میگم برای شما کمک میکنه تا اینکه بهترین محصول را برداشت کنین. سلام عزیزای دل، قربان آزاد هستم و در این ویدیو ما و شما سه تکنیک بسیار خاص و عمومی که همه شما در این مورد معلومات دارین و همچنان خیلی مهم هست که شما باید بعضی نقاط را فوکس بیشتر کنین، تمرکز کنین تا اینکه نتیجه خوب بگیرین، امروز شما شریک میسازم. اگر شما بخواین محصول با کیفیت بزرگ و عالی و رنگ بسیار خوب و شیرین بگیرین، باید فلفل دلمه یا مرج سبز در محیط گلخانه پرورش داده شود. در مناطقی که گرم هست یا خیلی سرد هست، واقعا فلفل دلمه از گرمای بیش از حد نفرت داره و نمیتونه برای شما محصول بده و اصلا ای القا نمیشه و باروری نمیشینه. اگر باز هم به باروری بشینه، اما خود محصولش بسیار خرد میایه. پس شما بهتر هست که در محیط گلخانه تربیه و پرورش کنین و در اینجا شما باید کاری کنین که محیط را برش فراهم میسازین و در محیط گلخانه حشرات، آفات، امراض کمتر هست یا اصلا نیست، چون محافظت شده هست، سرپوش شده هست، هر چیزی اونجا آمده نمیتونه، که این یک موضوع. موضوع دوم، رازی که در فلفل دلمه وجود داره در آبیاری هست. آبیاری اگر شما همون رقم جویچه‌ای به صورت غرقابی آبیاری کنین، نتیجه خوب نمیگیرین. ثابت شده که آبیاری قطره‌ای بهترین نتیجه گرفته میشه. چرا؟ به خاطر که ریشه بوته فلفل دلمه در نزدیکی خود ساقه قرار داره و وقتی که آبیاری قطره‌ای میآید، در پهلویش در کنارش میچکه و آهسته آهسته نشر میشه و پخش میشه و آب زیاد و عمیق ضرورت داره. پس توسط آبیاری قطره ای برآورده میشه و خیلی هم نتیجه خوب گرفته میشه و شما میتونین در دو زمان از روز آبیاری قطره ای خود انجام بدین، یا صبح یا عصر، بهترین زمان هست و نتیجه خوبی گرفته میشه. و کوشش کنین که مثلا 100 تا بوته فلفل دلمه یا مرج سبز دارین و 300 لیتر آب باید در ذخیره‌گاه داشته باشین، که در هر بوته حداقل 3 لیتر آب شما باید داده باشین، که هم آب کنترل شده، از این طریق میتونین شما هر نوع مواد تطبیق کنین، هر نوع کود تطبیق کنین و کاملا محیط شما کنترل شده است و بهترین نتیجه میگیرین. روز سوم در پرورش فلفل دلمه یا مرج سبز کددهی هست. شما کدام زمان باید کود بتین که مؤثر واقع شوه و کدام کود باید داده شوه، این خیلی مهم هست. در 7 روز بعد از نهالی کردن فلفل شما باید برش کود بتین. مثلا قوریه یا نهالستان دارین، از اونجا انتقال دادین، آوردین در زمین شاندین و 7 روز بعد شما برش کود میتین. چی کودی برش داده میتونین؟ خب حتما میگین که 7 روز بعد اگر برش کود بتیم شاید از بین ببره. شما از خمیر مایه استفاده میکنین که کود خمیر مایه باعث تنظیم رشد نبات میشه، باعث تنظیم رشد، باعث تنظیم محصول دهی. کود خمیر مایه را استفاده کنین و خیلی نتیجه خوب میگیرین. و دوری دوم کود دهی، در کل شما 4 دور در طول عمری ایف بوته فلفل دلمه برش کود میتین. دور اول که 7 روز بعد از خمیر مایه استفاده میکنین، دور دوم 14 روز بعد کودی که منبع نایتروجن داشته باشه استفاده میکنین. این به خاطری که رشد نیاز داره، باید شاخ و برگش بالا شوه و همچنان محصول جدید و گل و شاخهای جدید تولید کنه، چون نایتروجن بیشتر ضرورت داره. شما میتونین که از کود مرغ استفاده کنین یا کود گاو استفاده کنین یا کود گوسفند استفاده کنین. اینا را ما بر روش های مختلف برای شما یاد دادیم، ویدیوهای ساختیم که شما چگونه میتونین از کود مرغ به کود مایه تبدیل کنین یا کود حیوانات مخصوصا گاو را شما چگونه میتونین به کود مایه تبدیل کنین و او را بعد گیاهان و درختان خود استفاده کنین. روش تهیه کود مرغی، کود مایه از کود مرغ، شما میتونین که در اینترنت سرچ کنین، فورا ویدیویی که ما ساختیم خدمت شما ظاهر میشه و همچنان روش کود مایه از کود گاو هم اون خدمت شما ظاهر میشه. هر وقت وقت داشتین میتونین اون را سرچ کنین، روش تهیه او را هم یاد بگیرین و میتونین در بعد از 14 روز بعد از این کود استفاده کنین. و دور سوم کود دهی وقتی هست که
خود محصول نزدیک به برداشت میرسه، یعنی رنگهایش رنگش خیلی سبز تیره نشده، سبز روشن هست. بهترین زمانی هست که شما باید برش کد بتین که اینا فوراً به برداشت بیاید و اونای جدید را هم تقویه کنم. و وقتی که شما ایره دادین کدام کد استفاده میکنین؟ از کد پوتاشیم هیومید استفاده میکنین. 35 میلی لیتر در 10 لیتر آب استفاده میکنین. اگر بخواین خیلی کد شما کامل شوه، از 1 لیتر محلول کد گاوی یا کد مرغی که من قبلا برای شما گفته بودم آماده شده و تهیه شده، 1 لیتر او را هم سر این میندازی که همهش یک جای میکنی. برای بوته های فلفل خود استفاده میکنی و نتیجه خوب گرفته میتونی. خب وقتی که محصول را برداشت کردی، دور چهارم، دور آخر کدگیری چی وقت انجام میدی؟ زمانی که دور دوم شما محصول را در آماده برداشت میسازین و در حال بزرگ شدن هست و رنگش سبز روشن هست، اون موقع هم شما از پوتاشیم هیومید، فقط پوتاشیم هیومید استفاده میکنین که 35 میلی لیتر را در 10 لیتر آب یک جا میکنی و هر 1 لیتری را برای هر یک بوته استفاده میکنی و نتیجه خیلی عالی میگیری. تمام پروریش و همچنان بهترین محصول گرفتن از بوته های فلفل یا اینکه فلفل دلمه و همچنان از مرچ سبز را بر شما گفتم و تمام موضوعات را امیدوارم که درک کرده باشین، گرفته باشین تا اینکه محصول خیلی خوب و چیزی که هدف دارین بتونین تولید کنین. و اگر از ویدیو خوش اومده حتما لایک هم بکنین و کانال را سابسکرایب کنین تا اینکه از ویدیوهای جدید جا نمونین. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.